از تبدیل کلیساها به مسجد تا اکتشاف گاز در آب‌های مورد اختلاف. سیاست خارجی اردوغان ترکیه را به کجا می‌برد؟ مایه گذاشتن از جیب و جان در برابر کرونا. شهروندان از هزینه‌های بی‌حساب می‌گویند. و از برج ترامپ تا کاخ سفید، فراز و فرودهای زندگی رئیس جمهور جنجالی آمریکا. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. برای یک دهه رابطه بدون مشکل با همسایگان در رأس سیاست خارجی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان بود. اما امروز ترکیه در عراق، سوریه و لیبی مشغول عملیات نظامی است و کشتی‌های اکتشافی خود را با حمایت نیروی دریایی برای پیدا کردن ذخایر گاز در آب‌های مورد اختلاف شرق مدیترانه مستقر کرده. ژیار گل نگاهی کرده به سیاست های ترکیه در منطقه. کشتی های جنگی ترکیه در دریای مدیترانه در حرکتند. نیروهای زمینی این کشور در نقاط مختلف منطقه مستقر شدند. کشوری که تا دیروز رابطه بدون مشکل و تنش با همسایگان را تبلیغ می کرد، امروز همسایه نیست که با ترکیه مشکل نداشته باشد. در 10-12 سال اول این دولت، سیاست گسترش نفوذ ترکیه در منطقه با قدرت نرم دنبال می شد، از راه فعالیت‌های بازرگانی، فرهنگی و یا لغو ویزای سفر به ترکیه و منطقه. اما پس از بهار عربی در سوریه که به جنگ داخلی کشید، ترکیه سیاستش را عوض کرد. دولت تصور می کند از راه نظامی زودتر به اهدافش در منطقه می رسد. امروز ارتش ترکیه 10 پایگاه نظامی در سوریه، عراق، لیبی و قطر دارد و دهه هاست در شمال قبرس هم حضور نظامی دارد. یکی از بهانه های ترکیه برای اعزام نیرو به عراق و سوریه مبارزه با نیروهای کرد وابسته به پکاکا بوده است. اما بسیاری می گویند ترکیه اهداف دیگری را دنبال می کند. در سوریه ترکیه مدرسه با زبان ترکی راه می اندازد. سرویس پستی با پرچم ترکیه باز می کند. در مناطق تحت اشغال خود در سوریه سرمایه گذاری بلند مدت می کند. ترکیه فکر می کند این مناطق که زمانی جزو قلمرو عثمانی ها بود باید به ترکیه بازگردد. در کردستان عراق هم ترک ها پایگاه های نظامی زیادی ساختند. فکر نمی کنم اهداف آنها در عراق و سوریه تنها جنگ با پیکک باشد، بلکه بهانه ای است برای توسعه مناطق تحت کنترلشان در این منطقه. ترکیه حضور نظامی خود را در شرق دریای مدیترانه گسترش داده. علی‌رغم تحریم تسلیحاتی لیبی توسط سازمان ملل متحد، ترکیه و چندین قدرت منطقه و جهان به ارسال سلاح به طرف‌های درگیر در این کشور ادامه می‌دهند. روسیه، امارات متحده عربی، اردن و مصر از جنرال حفتر رهبر دولت شورشیان در شرق حمایت می کنند. ترکیه و قطر هم از دولت مورد حمایت سازمان ملل متحد در غرب لیبی حمایت می کنند. اما چرا این کشورها در لیبی درگیر شدند؟ اصلا چرا مسئله لیبی باید برای جهانیان مهم باشه؟ دلایل زیادی وجود داره. لیبی بزرگترین منابع نفتی آفریقا رو داره و یکی از بازیگران اصلی در بازار گاز طبیعیه. هزاران شبه نظامی سوریه مورد حمایت ترکیه به لیبی فرستاده شدند. ارتش ترکیه در حال ساخت پایگاه‌هایی در این کشور است. حضور ما در لیبی بر اساس توافقنامه دو طرفه با دولت قانونی لیبی است. این با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد. حضور ما ادامه خواهد داشت. با مشاوره نظامی و همکاری با برادرانمان در لیبی تلاش می‌کنیم با آنها کمک کنیم. نوامبر سال گذشته ترکیه موافقتنامه نظامی و اقتصادی با دولت فیاض سراج در غرب لیبی امضا کرد. ترکیه می‌گوید این توافق‌ها به این کشور اجازه می‌دهد منطقه انحصاری از ساحل جنوب ترکیه تا ساحل شمال شرق لیبی داشته باشد. برای مقابله با نفوذ ترکیه، مصر و یونان هم اخیراً قراردادی برای تشکیل یک منطقه انحصاری در شرق مدیترانه امضا کردند. بسیاری از جزایر متعلق به یونان
در دریای اژه و مدیترانه شرقی به سواحل ترکیه نزدیک هستند. اختلاف بر سر ذخایر گاز و حقوق دریانوردی بارها یونان و ترکیه را تا یک قدمی جنگ برده است. یونان بر محدوده دریایی جزیره میس که 2 کیلومتر با ساحل ترکیه فاصله دارد ادعای مالکیت دارد. میدانید چند کیلومتر با سرزمین اصلی یونان فاصله دارد؟ 580 کیلومتر. هیچ عقل سلیمی نمیتواند این را توجیه کند. هفته گذشته ترکیه کشتی اکتشافی اروج رئیس را برای حفاری‌های تجسسی عازم شرق دریای مدیترانه کرد. 5 ناو نیروی دریایی ترکیه این کشتی را اسکورت می‌کنند. گروهی در آنکارا فکر می‌کنند سیاست استفاده از شیوه‌های نظامی جواب داده و قدرت‌های منطقه را وادار کرده که ترکیه را جدی بگیرند. به باور این گروه عملیات ارتش ترکیه در منطقه این فرضیه را ثابت کرده. اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته فوراً فعالیت‌های تجسسی برای گاز را در آب‌های مورد اختلاف با یونان و قبرس متوقف کند. فرانسه برای حمایت از یونان و قبرس ناوگان نظامی خود را در شرق مدیترانه تقویت کرده است. یونان هم چندین ناو جنگی به این منطقه فرستاده و خواهان خروج سریع کشتی‌های ترکیه از آب‌های این منطقه است. ترکیه یکی از کشورهای عضو ناتو است. حملات چند سال گذشته ارتش این کشور به نیروهای کرد متحد آمریکا در سوریه بسیاری از متحدان این کشور در ناتو را به خشم آورد. تسلیم شدن در مقابل اردوغان آخرین کاری بود که می کردم. ترامپ در مسئله کردها تسلیم شد. همت می خواهد که متحدانمان را در منطقه دور هم جمع کنیم و راه‌های انزوای رفتار او را در منطقه بررسی کنیم. به خصوص در شرق دریای مدیترانه به خاطر نفت و سایر مسائل. روز به روز شکاف بین ترکیه و متحدان غربیش بیشتر می شود. ماه گذشته رجب طیب اردوغان موزه آی صوفیه استانبول را دوباره به مسجد تغییر داد. کلیسایی که توسط عثمانی ها به مسجد تبدیل شده بود. این حرکتی نمادین برای بازگشت به سیاست پشت کردن به غرب و سکولاریسم توسط اردوغان بود. او می‌خواهد بگوید ترکیه همانقدر از ناسیونالیسم ترک دفاع می‌کند که از اسلام دفاع می‌کند. رجب طیب اردوغان می‌خواهد تصویری قدرتمند و اسلامی از ترکیه نشان دهد. بسیاری از منتقدانش میگویند او به دنبال احیای قدرت و نفوذ عثمانی ها در منطقه است. ژیورگول، BBC. از زمان شروع همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، دولت اعلام کرده که درمان مبتلایان رایگان است. اما در هفته‌های اخیر، شهروندان و حتی بعضی از مقامات از هزینه‌های بالای درمان کرونا خبر دادند. از 5 میلیون تا 100 میلیون تومان. ماجرا چیست و چرا هزینه‌ها اینقدر متغیرند؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از فرن تقی‌زاده. هفته پیش تو بیمارستان میلاد بستری شده به خاطر کرونا. یه نسخه دادن دست پدر من، تو کل شهر افتاده. یه پیر مرد ضعیف افتاده تو کل شهر تهران قرص دارو پیدا کنه برای بچهش. هر جا رفته گفتن نداریم، باید خود بیمارستان اینو بده. دیروز صبح رفته گفته آقا هیچ چه پیدا نمی کنیم، گفته خودتون تهیه کنیم، پولش هر چقدر باشه من میدم. قرص رو بهش دادن، گفتن آمپورم باید براش بگیرید. بعد زنگ زده گفته من قرص رو فرستادم بالا، میرم برای پیگیری آمپور. بچه هم حالش بده، بهش رسیده کنید. گفتم بچه اسمش چیه؟ بابام که اسم داداشم رو گفته. گفتم فوت شده دیگه، نیازی نیست آمپور بخری. آنهایی که به دلیل کرونا سر و کارشان به بیمارستان در ایران میافتد، تجربه این زن را از نزدیک حس کردند. از سردرگمی در پیدا کردن تخت خالی برای بستری شدن گرفته تا تهیه داروی مورد نیاز بیمارشان.
بیمار قبل از بستری شدن نیاز به تست کرونا دارد، اما بر اساس تجربه شهروندان هزینه تست ها در ایران متغیر است. مسئولین نظام بهداشتی ایران در مورد هزینه تست کرونا تا کنون اینطور گفتند. در بخش سرپایی بیمار ویزیت تخصصی می شود و اگر در ابتدا به مراکز 16 ساعته بهداشت مراجعه کند، خدمات دریافتی تقریبا رایگان است. آزمایش تشخیص مولکولی کووید 19 در بخش دولتی حدود 230,000 تومان و در بخش خصوصی حدود 587,000 تومان است. خودم کرونا گرفتم ولی جرئت نکردم برم بیمارستان. بیمارستان دولتی که با اون وضع افتضاح و 2 روز بعد پشت در بیمارستان باشی تا نوبتت چه بری داخل، خصوصی هم که با اون مبالغ هنگفت که من پسر خالم کرونا گرفته بود، بیمارستان خصوصی هم اول 50 میلیون پول داده بودن، 2 تا آمپول رفته گرفته دونه 20 میلیون 40 میلیون با هزینه داروماروایی که بهشون دادن اینا جمعا میگفت 95 میلیون حساب شد. واسه همین که دوستم یه شماره دکتر به من داد، گفتش که دکتر خصوصی میاد خونه. منم حالم خیلی بد بود، بدن درد شدید داشتم، تبم خیلی بالا بود، اکسیژن خونم پایین بود، تقریبا حالت بیهوشی داشت بهم دست میداد که دیگه دکتر گفتم اومد دستمزدش رو 11 میلیون تومان گرفت و حدود 2 میلیون تومان داروام شد. دولت ایران در ابتدای همه‌گیری ویروس کرونا هزینه های درمان را رایگان اعلام کرده بود، اما آنچه شهروندان میگویند این هزینه ها بستگی به این شرایط دارند: بیمارستان دولتی باشد یا خصوصی، نوع دارویی که استفاده می شود، سی تی اسکن ریه و آزمایش های پی سی آر، بستری شدن در آی سی یو و مدت زمان بستری. 126 میلیون هزینه شد، به علاوه اون حالا یه سری 4-5 میلیونی هم هزینه جداگانه بود که ما دادیم، بیمه انقدر داد. بعد من بهشون میگم آقا چرا اینطوریه؟ اینطوری به من میگن خب اینو بیمه میده، تو که نمیدی که. گفتم آقا ربطی نداره من میدم یا بیمه داره میده. خب من الان 26 میلیون پول نقد به شما دادم، 100 میلیونش هم بیمه داده. خب اشه متوجه میشید چه مزخرفاتی توش زده. 315 دفعه آزمایش خون. میخوام ببینم چطوری یه آدم تو 14 روز 315 دفعه میتونه آزمایش خون بده. یا ایشون 14 روز از روزی که من خودم اینو بردم تو بیمارستان تا لحظه ای که جنازه‌ش رو تحویل ما دادن 14 روز شد، اما اینجا زده 18 روز فقط آی سی یو، در صورتی که نبوده. این دیگه دزدی علنیه. یعنی دیگه بعد بیمارستانی که به اسم سپاه، اسمش بقیت الله، خیلی سعی میکنه خودشو مثلا خوب معرفی بکنه، کادر درمان واقعا بد، یعنی یه کادر درمان من ندیدم اونجا بالا سر داداشم باشه. همه به هر کی میگفتیم آقا این حالش چطوری، میگم من نمیدونم. گفتم چطوری نمیدونی؟ میگم من نیرو جهادی ام که یه روز من مجبور شدم اونجا داد و بیداد کنم، بگم آقا نیروی جهادی که جاش تو آی سی یو نیست عزیز من، که نیروی جهادی جاش یه جای دیگه است. این ارقام در حالی بر خانواده ها تحمیل می شود که چندین برابر حقوق یک کارگر ساده در ایران می تواند باشد. حداقل دستمزد ماهیانه یک کارگر چیزی حدود 1,800,000 تومان است. اگر بابت درمان کرونا 5 میلیون تومان بپردازد، یعنی بیش از 2 ماه حقوق، و اگر 100 میلیون تومان هزینه شود، معادل تمام حقوق 4.5 سال است. من یکی از پرسنل کادر درمان هستم که در زمینه ازام بیماره خصوصی تو مارسانه خصوصی، یا یعنی اینکه مریضای کوویدی که حتی مارسانه دولتی هم دارن کیر میگیرن، تا حدودی اطلاعات دارم. ببینید الان ما برای مریضی که بخواد تو مارسانه خصوصی بستری بشه تو سانتر کووید، تو بعد ورود مثلا تو چند تا از مارسانه تهران که من خودم در جریانم، حداقل 40-50 میلیون تومان ودیعه میگیرن. به خاطر همین اینا رو به همراه میگن که آقا اگه مریض تو دوست داری برو اینا رو تهیه کن بیار براش بزنیم، اگر هم نمیخوای که هیچ، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم دیگه، باد آباد. در ایران تبلیغ تست کرونا ممنوع شده، اما تبلیغات و فروش غیرقانونی داروهایی که گمان می‌رود تأثیری در بهبود بیماری کرونا دارند همچنان در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شوند و به نظر می‌رسد نظارتی بر این فعالیت‌ها وجود ندارد. فرانه تقی‌زاده، BBC.
هفته گذشته گرد همایی حزب جمهوری خواه آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور برگزار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی یک بار دیگر نامزدی این حزب را رسما پذیرفت تا در انتخابات اواسط پاییز با جو بایدن نامزد حزب دموکرات رقابت کند. مهنوش پورزیایی نگاهی کرده به شخصیت و زندگی این میلیاردر آمریکایی پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته. I wonder what Trump's game is this time. Trump's got a new game. Trump's got a new deal. What? چهار ده هست که توانسته مرکز توجه رسانه ها باشد. Mr. Trump, please. My new game is Trump, the game. و هر بار ورق تازه ای رو می‌کند. I think you'll like it. با وام 1,000,000 دلاری پدرش در دهه 70 وارد بازار ساخت و ساز نیویورک شد. وامی که به زعم او در مقایسه با ساخت و سازهایش در چهار دهه گذشته ناچیز است. برج ترامپ، هتل ترامپ، کازینو ترامپ، پلازا ترامپ، حتی خط هوایی و دانشگاه ترامپ که عمرشان کوتاه بود. دونالد ترامپ توانست کم و بیش ظرف یک دهه سرمایه گذاری و ساخت و ساز تجاری و جنجال آفرینی های خبری از قلب بیرحم اقتصاد جهان راه خود را به حلقه ستاره ها، بانکداران و میلیاردرها باز کند. اما هرچه که در این چهار دهه تغییر کرده باشد، موتور محرک و سبک و سیاق دونالد ترامپ همان است که بود. مردی به دنبال شهرت و ثروت که شیفته پیروزی است و از هر کانون توجهی سهم می‌خواهد. چه سریال‌های پرطرفدار تلویزیونی باشد و چه مراسم جوایز امی. او در همه این سال‌ها همیشه گفته نفع جنجال را بیشتر از ضررش می‌داند. حتی اینجا در روز اول افتتاح پرسر و صدای کازینوی تاج محل که با رسوایی اخلاقی و جدایی از همسر اولش همراه شده بود. طلاق چیز بدیه، چیزی نیست که کسی از تجربهش خوشحال بشه، اما خودت شاهد بودی امروز وضع اینجا چطور بود. واقعا باید فکر کرد که بدون اون سر و صداها چند نفر از این مردم اینجا می اومدن. چهار دهه زبردستی دونالد ترامپ در ماندگار کردن نام و برندش در رسانه ها و افکار عمومی با همین نگاه پیوند خورده. باید میدیدینش. نمیدونم چی گفتم. با خودشون مواد مخدر و جنایت میارن، تجاوز میکنن. میخواستم با مشت بزنم توی صورتش، باور کنید. او با زبانی تیز و بی‌اعتنا به نرم‌های اجتماعی به رقبایش رحم نمیکند و متبحرانه از طوفان‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای میگذرد. حتی اگر بر سر افشای پرداخت حق و سکوت به یک هنرپیشه فیلم‌های پورن یا لاف زدن او از دست مالی کردن زنان باشد. دونالد ترامپ از دهه 80 چند بار از احتمال ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده. سال 2000 بالاخره برای اولین بار به عنوان نامزد حزبی کوچک برای مدتی کوتاه وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. میلیاردری که همیشه راهی برای مطرح شدن در نشریات و رسانه‌های نیویورک پیدا می‌کرد، از سال 2013 حساب توییتریش را به رسانه‌ای قدرتمند و شخصی تبدیل کرد. توییت‌های او با حروف درشت دقیقاً مطابق سبک تیترزنی نشریات عامه پسند بلندگویی شد که بتواند از طریق آن پایگاه قدرتمند از حامیانش بسازد. حامیانی که در غیاب هر گونه حمایت حزبی یا رسانه‌ای جدی او را با رأی خود به نامزد رسمی حزب جمهوری خواه تبدیل کردند و نهایتاً به کاخ سفید رساندند. جایی که دونالد ترامپ به همه کسانی که مسخرش می‌کردند نشان داد در نهایت اوست که از همه این جنجال‌ها برنده بیرون آمده است. نوش پورزیایی، بی بی سی، واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سخت در تلاش است تا در انتخابات ریاست جمهوری آینده دوباره پیروز شود و برای چهار سال دیگر سکان ایالات متحده را در دست داشته باشد. کمتر از 10 هفته به پایان این ماراتون مانده و آقای ترامپ مرتب از تصمیمش برای خروج از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های سنگین علیه ایران به عنوان یک نقطه قوت دولتش در سیاست خارجی دفاع می‌کند. او در عین حال می‌گوید که اگر دوباره
رأی بیاورد، ظرف یک ماه و حتی کمتر با ایران به توافقی تازه میرسد. اما اگر در کاخ سفید بماند، چه تصویری از سیاست او در قبال ایران داریم؟ جزئیات بیشتر از هادی نیلی. حمله به توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی یکی از محورهای شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ در رقابت‌های 4 سال پیش بود. وعده‌ای که به آن عمل کرد و تحریم‌های سخت علیه تهران را برگرداند. با وعده رسیدن به یک توافق جامع‌تر و فراتر از برنامه هسته‌ای. بعد دو سال هنوز خبری از توافق جایگزین نیست، ولی او به تازگی بارها تکرار کرده که اگر دوباره رأی بیاورد، ظرف یک ماه یا حتی کمتر با ایران به توافق برسد. شاید فقط ایران باشه که بیشتر از چین بخواد من ببازم، ولی من ظرف اولین سه هفته بعد از انتخاب دوبارم با ایران به توافق میرسم. بی صبرن به توافق برسیم. من هم گفتم صبر کنید، میخوان ببینن چی میشه. ولی اگه بایدن ببره، با ایران یه توافق دیگه میبنده، مثل اونی که با جان کری بیکفایت و اوبامای بیکفایت بست. میگوید مقام های تهران ترجیح میدهند رقیبش، یعنی جو بایدن، نامزد دموکرات ها رئیس جمهور شود، کسی که در کارزار انتخاباتیش قول داده در صورت از سرگیری اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران به این توافق باز میگردد. البته با نگاه به توافقی جامع تر از جمله درباره برنامه موشکی و فعالیت های ایران در منطقه. حامیان سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بر تهران میگویند با وجود حرف از توافق ظرف یک ماه، با ادامه ریاست جمهوری او این فشار ادامه می یابد، چماق تحریم ها. اما آیا خبری از هویج هم هست؟ خب من شخصا با مسئله شما آقا هویج میونه خوبی ندارم، ولی معلومه که فشار کافی نیست. فشار حد اکثری و فشار زیاد لازم بوده که ایران پشت کنه یا عبور کنه از یه سری از اهداف های سیاست خارجیش تو این 41 سال. سه سال و نیم بعد از ریاست جمهوری دونالد ترامپ که خودش به نامتعارف بودن آن افتخار میکند، تحلیلگران همچنان در معنی کردن چنین موضع‌گیری های او در میمانند. خب میدونم که خیلی دشوار بشه فهمید وقتی دونالد ترامپ چنین حرفایی میزنه به چی فکر میکنه. او روشن کرده که شخص خودش خیلی علاقه‌منده به یک راه حل دیپلماتیک با ایران برسه تا جایگزینی برای برجام بگذاره، ولی سخت بشه گفت که آیا واقعا فکر میکنه میتونه ظرف چند هفته این قول رو عملی کنه، یا که در واقع میخواد یک سیگنال بفرسته حاکی از اینکه قصد داره مذاکره کنه بدون اینکه زمان بندی مد نظرش باشه. به نظرم رسیدن به یه توافق حتی ظرف چند ماه خیلی هم دشوار خواهد بود، چه برسه به چند هفته. دونالد ترامپ درباره سیاستش در قبال ایران نیز از همپیمانان سنتی و دیرینه ایالات متحده یعنی بریتانیا و اروپا فاصله گرفت و در عوض همپیمانان دیگری مانند اسرائیل، عربستان و امارات ثابت قدم کنارش ایستادند. ترامپ به نوعی به همپیمانان اروپاییش بدبین بوده. اینو میشه در موارد دیگه مراودهش با این کشورها هم دید. اینه که امکانش هست اروپایی ها یک دفعه ببینن که کاملا کنار گذاشته شدن و ترامپ رویکردش در قبال ایران رو جلو برده. حالا چه این رویکرد دیپلماتیک باشه و چه غیر از اون، این احتمال هم هست که اگر ترامپ دوباره انتخاب بشه دیگه اونقدر به تقابل با اروپا اهمیت نده و سیاستش رو دوباره تنظیم کنه و بدبینی کمتری به اروپا داشته باشه. حامیان سیاست کنونی دولت آمریکا در قبال تهران امیدوارند که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ هم پیمانان اروپایی هم با این سیاست همراهی بیشتری نشان دهند، هرچند برخی از آنان هم به وعده چند هفته خوشبین نیستند. راستش میتونه دست کم یک سال یا بیشتر طول بکشه تا با ادامه اعمال فشار بر تهران در راستای وعده های انتخاباتیش و اهداف در سیاست خارجیش اروپایی ها متوجه بشن که اون کوتاه نمیاد. در اون صورت من فکر میکنم اروپایی ها سازش کنند و با آمریکا با ترامپ همکاری کنند. سابقه رؤسای جمهوری قبلی آمریکا در تمرکز بر رسیدن به یک دستاورد در حوزه سیاست خارجی در دوره دوم ریاست جمهوریشان به این گمانه دامن میزند که اگر دونالد ترامپ دوباره انتخاب شود بیشتر بر ایران تمرکز کند. در ترم دوم
رئیس جمهورهای آمریکا پس از جنگ سرد دنبال یه میراثی خاصی هستند در حوزه سیاست خارجی. اگه یادتون باشه بیل کلینتون سعی کرد بین عرب و اسرائیل صلح را بیندازه، اوباما برجام رو گرفت. و اگرم ترامپ دنبال یه میراثی در حوزه سیاست خارجی باشه و اونم یه معامله باشه با ایران، ولی معامله به هر قیمتی، ولی معامله برای فقط معامله، و جمهوری اسلامی این رو بفهمه، همون شرایطی دوباره به وجود میاد که 2013 تا 2015 به وجود اومد که نتایجش برجام بود و ترامپ هم از این روند و از این راه برد باید پرهیز کنه. برخی تا قبل از خروج دونالد ترامپ از برجام، یک سال و چند ماه بعد آغاز ریاست جمهوریش، جدیت او در فشار آوردن بر تهران را جدی نمی گرفتند. در زمانی که پیشبینی تحولات تا خود روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 3 نوامبر هم ناممکن به نظر می رسد، گمان زنی درباره مسیر حرکت دونالد ترامپ در قبال ایران دشوارتر است. ادامه فشار به امید تحولات داخلی در ایران و یا به امید عدول مقام‌های تهران از خواسته هایشان یا چرخش به سوی مذاکره. هادی نیلی، بی بی سی، واشنگتن. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.